سلام 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 به تمام فارسی زبانان عزیزی که دارن الان تلویزیون ایرانیان کانادا ITC رو تماشا میکنن. امیدوارم از این لحظه که ما رو تماشا میکنید تا این لحظه روز و هفته پر از عشق و آگاهی داشته باشید. من ساغر بهشتی هستم در خدمت جناب آقای دکتر فریبرز داوودی، وکیل رسمی دادگستری کانادا در حوزه جنایی، و این قسمت سوم برنامه ما هست. توی قسمت قبل آقای دکتر ما راجع به سکشوال اسالت یا تعرض جنسی صحبت کردیم. انقدر بس، معمولا ما هر قسمت یه موضوع متفاوت داریم ولی انقدر این بس گسترده و عمیق بود این قسمت هم گفتم ادامه. بله، با عرض سلام حضور شما خانم بهشتی و تلویزیون ITC و هموطنان و بینندگان و فارسی زبانان سراسر جهان که برنامه رو میبینن، خیلی ممنون که دعوت کردید در خدمتون باشیم. بله، عرض کردم این در رابطه با تعرض جنسی صحبت میکردیم برنامه قبل که صحبتمون تموم نشد، و همچون که شما اشاره کردید این مسئله خیلی میتونه فراگیر باشه، برای همین خود همین نوجور میتونه آدم ساعت ها میتونه راجبی صحبت میکنه، مثال های مختلف و در چارچوب های مختلف ممکنه همچین پروندهی تشکیل بشه. متاسفانه فقط در نهایت این که عرض کردم، مثل برنامه قبلی هم گفتم، هر نوع برخورد که بدون رضایت کامل طرف مقابل بشه میتونه که در چارچوب مسئله جنسی بشه تعبیرش کرد، میتونه تعرض جنسی تعبیر بشه وسیله قانون. یه نکته جالبی که حالا قسمت قبلش کردن که دوباره یه خلاصه ازش رو داشته باشیم که حتی بحث متفاوت هم نیست، اگر حالا خانم آقا زن و شوهر هم باشن برای سالیان سال. بله، باز هم همین. بله، این چیز محدودیتی نداره، یعنی به نوع رابطه هیچ گونه مسئولیتی به افراد نمیده، چون در رابطه با زن شوهر یا دوست دختر، دوست پسر، غریبه، دوتا غریبه، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی متاسفانه این خوشبختانه باید بگم، یعنی خوشبختانه این قانون این حمایت رو از افراد میکنه که اگه خودشون چیزی نخوان اتفاقی براشون چی نیفته، اگه بیفته وقت واسهشون پرونده تشکیل داده میشه. جستی این صورت هستش. اگر که یه ذره بیایم امروز تخصصی در راجع به حالا خشونت خانگی، بله، یا کودک آزاری، حالا مخصوصا حالا چه اون کودک عضوی از خانواده باشه چه نباشه، حالا هر دوشو اگه توضیح بدید. بله، این رو خدمتتون بگم. راجع به خشونت خانوادگی متاسفانه میگم یکی از اهداف این برنامه خب طبیعتا این هستش که یه مقدار آگاهی به هموطنانمون بدیم، به ایرانیان عزیز یا فارسی زبانانی که اینجا هستن یا به خصوص که تازه هم اومدن یا زیاد نیستش که کانادا هستن اینا. در رابطه با خشونت خانوادگی بخواستم اون یک سری مشکلاتی هستش که وجود داره بین هموطنانمون به صورت گسترده، و این علتش این هستش که مثلا پدر خانواده، مثال عرض میکنم، که هدفش دیسیپلین هستش، هدفش خیلی خوبه، هدفش تو ذهن خودش که میخواد بچهش رو تربیت بکنه، و متاسفانه گاهی اوقات از سیستم های سنتی استفاده میکنن، سیستمایی که مثلا شاید در ایران کاملا قابل قبول باشه ولی اینجا به هیچ وجه اینجا قانون تحمل نمیکنه، و در خیلی از موارد این خودش تشکیل پرونده میشه برای افراد. مثلا سیلی زدن در مثلا پسرتون کاری میکنه که نباید بکنه، شما سیلی میزنید که مثلا هدفتون تربیت فرزندتون هستش ولی قانون اینجوری نمیبینه. دجاستی شاکی میتونه شخص دیگه هم باشه که موضوع دیده خیلی یا نه صرفا خیلی، خیلی اتفاق میفته. و اتفاقا نکته خیلی خوبی هست، در اکثر مواقع همسایه‌ها هستن که تلفن میکنن یا افرادی که مثلا تو خیابون هم چیزی رو گزارش میگه، معلما دجاستی، مثلا شون مثلا پدری گوش سیلی زده گوش پسرش، مثلا صورتش خود سرخ شده رفته مدرسه، معلم دیده سوال کرده، معلم تلفن میکنه پلیس، مثلا فرد مثلا سر کارش رو کارش میکنه یهو میبینه پلیس تخلق در زده، یعنی ای چی شد به این صورت هستش. فقط قسمت فیزیکیه یا نه مثلا چونه زنگ بزنه بگه مثلا سر من داد زده شد؟ والا اون یه مقدار چیز سر اون بیشتر میره تو هیته کانون حمایت از کودکان. دجاستید اون یه سری مثلا بدرفتاری یا یه نوع رفتارهایی که مثلا آزادی افراد محدود میکنن و اینا، اون توی دیگه چیز کیفری و جنایی نیست، اون میره توی کانون حمایت از کودکان که مثلا خیلی از کودکان یا افراد یا معلمان یا شکایت میکنن و اونجا مثلا کانون حمایت
حمایت از کودکان پرونده تشکیل میده، مثلا میاد که مثلا ببینه بعض چطوری هستش، تحقیق میکنه و در بعضی از مسائلی که خیلی خیلی جدی میشه اصلا ممکنه فرزند ازتون بگیرن اجازه ببرن پرورشگاه یا برن تو فاستر هم خونه های اینا بزرگش بکنن و اینا. و اون اونجور که من اطلاع دارم یه سری مواردی رو مثلا شامل میشه که مثلا اگه به طرف مثلا به اندازه کافی مثلا غذا داده نشه، یه جای گرم در اختیارش قرار داده نشه به فرزند، یا مثلا سرش داد بزنی، یا آزادیاشو محدود بکنی مثلا حتی این آره. چون اینجا به قول معروف بزرگ کردن بچه تو این کشور خیلی خیلی کار مشکلی هستش. یعنی اگر واقعا شما با فرهنگ این کشور آشنا نباشید خیلی واسه تون مشکل به وجود میاد. در جسی یه سری مسئله باید قبول بکنید وقتی میایید تو کانادا، یا نیایید اگه میایید دیگه سخته این طرف اینا رو باید قبول بکنید، متوجه هستید؟ یعنی متاسفانه ولو واسه خودتون دردسر میشه، واسه خودتون مشکل به وجود میاد، رابطه خودتون رو با فرزنداتون از بین میبره. و من یعنی من نمیگم حالا خوبه یا بده، این چیز نیست، ولی خب شرایط به این صورت هست، یه کشور دیگه هستیم، یه فرهنگ دیگه هستیم، سیستم دیگه، قوانین دیگه، و بچه بزرگ کردن فرزند کودک و اینا باید افراد آشنایی کامل داشته باشن که چه انتظاراتی قانون از دوستان و عزیزان و پدر مادر داره. معمولا بیشترین کیس های خشونت خانگی ها که به شما مراجعه کردن داشتید چی بوده؟ اول اکثرا در رابطه با زن شوهر بوده دجستید، و اکثرا هم متاسفانه از طریق مثلا شوهر به زن بوده. گاهی خودم دیدم که مثلا زن رو گرفتم به جرم مثلا خشونت، بله اینم شده، اینم پیش اومده. گاهی وقت مثلا خانم تلفن میکنه پلیس، میگه شوهرش زرتش، پلیس میاد تحقیق میکنه، افسین شوهر رو بگی زن رو میگیرن، متوجه هستید؟ اینم اتفاق میفته، و اینم یه سری مثلا شباهت هایی مثلا به قوانین تعرض جنسی داره که هر نوع برخورد ناخواسته این میتونه چی خشونت خانوادگی یا ضرب و شتم محسوب بشه و اینا. حالا اگر در چارچوب جنسی نباشه میشه ضرب و شتم، اگر در چارچوب مثلا چیز جنسی باشه میشه چی تعرض جنسی، درسته؟ بستگی به نوع تعبیرش داره، مثلا سیلی زدن، حتی قول دادن، حتی مثلا قاشق پرت کردن، متوجهید؟ اینا همام اینا زمینه سازی میتونه بکنه برای ایجاد پرونده برای ضرب و شتم به خانوادگی. یه ذره اگه فاصله بگیریم ببینیم که خشونت، حالا همچین چیزایی معمولا محیط کارم ممکنه پیش بیاد، شکایتای همکار با همکار. بله این هم خیلی پیش میاد سر کار، وقتی که مثلا یه سری مثلا اتفاقاتی میفته غیر قابل پیش بینی، یا بعضی از دوستان مثلا اذیت میشن، یا عکس العمل احساسی که به یه مشکلی که سر کار پیش میاد باعث میشه که طرف اقدام فیزیکی انجام بده، متوجه هستید؟ و اونجا خیلی دستگیر میشه. معمولا تا قبل از اقدام فیزیکی در نظر گرفته نمیشه جز این خوش. قبل از اون چرا؟ مثلا اگه تهدید باشه، مثلا هم فوش دادن. فوش دادن نه، ولی تهدید مثلا میشه، متوجه هستید؟ مثلا خب بعضی خیلی ها مثلا یه چیزایی میگن که منظورم ندارم، متوجه میفتن فلانت میکنم، میکشمت، چه میدونم دماغتو میشه، اینجور چیزا، متوجه؟ ولی این از طریق قانونی تهدید محسوب میشه و پلیس میتونه دستگیرتون کنه، پرونده تشکیل بده و اینا، متوجه هستی؟ ولی معمولا ناسزا گفتن یا استفاده از کلمات رکیک اونا مثلا کارشون ندارن، ولی وقتی که از اون مرز میگذره و به حالت تهدید بدنی تبدیل میشه بازم شما رو میتونن دستگیر بکنن، متوجه هستی؟ و ضرب و شتم هم عرض کردم هر گونه برخوردی که بدون رضایت طرف مقابل بشه میشه ضرب و شتم. در خیلی از موارد هم مثلا لازم نیست برخوردی هم پیش بیاد، مثلا شما اگه به طرف من سیلی بزنید، من سرمو بقاپم یا تیکون بدم که نخوره، بازم این چون نیت چی بوده؟ نیت این بوده که بخوره. دقیقاً درسته. نیت خیلی مهمه اینجا. من یه جنبندی از حالا دو جلسه قبل چیزی که متوجه شدم اینه که بس اصولا کسایی که به یه وکیل جنایی مراجعه میکنن کسایی هستن که ازشون شکایت شده یا قراره بشه، یا پلیس قراره بشه. یعنی اون فردی که حالا شاکیه معمولا زنگ میزنه به پلیس، اون کسی که این تلفنه یا این حالات اینکه کانکت بشن با شما، بهتره وقتی که حالا تهدید میشه طرف به اینکه ازش شکایت میشه اتفاق بیفته؟ ولی من خودم شخصا که این اگر دوستان فکر میکنن که
داره پرونده‌ای برایشون تشکیل داده میشه، یا اگه فکر میکنن یکی سی داره برایشون یه آشی میپزه یه جنسی داره، هم بهترین با هم و با وکیل تماس میگیرن، چون اگه شرعه چون چیزی از دست نمیدن صحبت بکنن اینه، چون اگه مثلا پلیس تماس بگیره، در خیلی از موارد هستش که تماس مثلا پلیس خیلی تجربه خیلی ناخوشایندی هستش. حالا پلیس کاری نمیکنه، کارش داره میکنه، متوجهید؟ نه تهدید میکنه نه فحش میده، فقط اینکه پلیس خودش معرفی میکنه، پلیس همین تجربه ناخوش ترسناکی هستش. و خیلی از دوستان مثلا دستپاچه میشن، چیزایی میگن، یه کاری میکنن که نباید بکنن، یه حرفایی میزنن که نباید بزنن، نه اینا. به همین منظور اگه ازشون پلیس بپرسه بعد اون موقع اصلا شروع کنن به حرف زدن یا پیشنهاد شما اینه که هیچ کار نکنن، هیچ وقت صحبت نباید بکنن. تنها چیزی که باید بگن وکیل من اینه، شمارش امینه، با اون تماس بگیرید، یه تلفنتو بده، اسمتو بده، من وکیلم با شما تماس میگیره، متوجهی؟ هیچ سوالی جواب ندن، هیچ حرفی نزنن، هیچ چی نگن، همه رو ارجاع بدن به وکیلشون، متوجهی؟ یعنی در بعضی از موارد پیش میاد که مثلا طرف انتظار داره که داره یه پرونده‌ای برایش تشکیل میشه، اون همون موقع باید بیان و با وکیل مشورت بکنن و آماده باشن، آماده ای ذهنی داشته باشن که اگه پلیس تماس بگیره فوری ارجاعش بدن به چی؟ به وکیلشون. و بعد ولی در اکثر مواقع اینجوری نیستش، وای میسن اول دستگیر میشه طرف، دجاستی وقتی دستگیر میشه بله اونجا در اولین فرصت اولین موقع باید بگم با وکیل صحبت بکن، دجاست خود پلیس هم میگه. دوستان اکثرا توجه نمی کنن چون تحت فشار هستن، در یه سری حالتی افتادن که نمیتونن خوب فکر بکنن و به سوالای پلیس جواب میدن، به هیچ وجه، به هیچ وجه. چون اصلا کل اصلا تز دکترای منم راجع به همین موضوع بود که 7 سال اعتراف گیری و اینا، که موضوع فوق العاده پیچیده ای هستش، یعنی انواع مختلف دلایل روانشناسی که چرا یک نفر مثلا مجبور میشه با پلیس صحبت بکنه، حس میکنه که مجبور شده که صحبت بکنه و قوانین پیرامون اون مسئله فوق العاده میتونه پیچیده باشه. ولی من پیشنهادی که به دوستان میکنم و قویا هم این پیشنهاد میکنم این هستش که تحت هیچ شرایطی جواب هیچ سوالی از پلیس ندن و فوری بگن که اگه وکیل ندارن بگن وکیل اختصاری در اختیارم قرار بدین که ما صحبت بکنیم که بعداً برن یه وکیل بگیرن، اگرم دارن که مستقیم بگن با وکیلم صحبت بکنیم، درسته؟ بله. به هیچ وجه. ممنون از توضیحاتتون. ما چون دو قسمت برنامه راجع به این صحبت کردیم، اگر یه جمع‌بندی کوچیکی داشته باشید که کلاً بله. به افراد مختلفی که ممکنه مخاطب همچین بحثی باشن. بله، عرض کردم 2-3 مورد هستش که خیلی خیلی مهم هستش. اگه چون راجبه چی صحبت می‌کنیم، تعرض جنسی و ضرب و شتم می‌کنیم صحبت می‌کنیم یا جرم برای کودکان، وقتی که شما دستگیر میشید چند تا موضوع خیلی خیلی مهم هستش. تحت هیچ شرایطی با پلیس صحبت نکنید، جواب هیچ سوالی ندید، ارجاعش بدید به وکیل. دومی که وکیلی که انتخاب میکنید 100% باید تخصصی باشه، فقط کارش اینه که جنایی کیفری باشه، نرید پیش وکیلایی که همه کار میکنن، چون نه به نفع شماست نه به طرف، نه به نفع وکیل مقابل، چه اونم نمیتونه سرویس درسته به درختتون قرار بده، متوجه هستید؟ این خیلی خیلی مهم هستش. و سوم این که هرچی سریعتر تماس بگیرم با وکیل، چون خیلی از مسائل مهمی هست، جزئیات مهمی هستش که دوستان خیلی سریع فراموش میکنن که بعداً میتونه بعد دفاعیشون خیلی بهشون کمک بکنه. ولی هرچی زمان بیشتر میگذره اینکه آدم یادش بمونه چیزای مهم و اینا رو کمتر و کمتر و کمتر میشه. و در خیلی از موارد وقتی دوستان فکر میکنن چیزی مهم نیست و بهش توجه نمیکنن، ولی از نظر قانونی اهمیت ویژه‌ای داره. نقطه خیلی کوچولو یه نگاهی لحظه. آره که واسه اونها مهمه، واسه همین خیلی مهمه که بیان و وکیل بگیرن، وکیلی که این کاره باشه، تو این رشته باشه و همه رو بگن هم اول کار قبل از اینکه یارشون بره. و خود شخص وکیل میتونه خودش تصمیم بگیره که چی مهمه چی مهم نیست، ولی حداقلش که اطلاعات شما چی ارائه دادید بیرون و اینا. خیلی ممنون. خیلی ممنون. استفاده کردیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. توی قسمت بعدی شما رو میبینیم. قربان شما. خیلی ممنون. با تشکر و روز خوبی رو برای دوستان و بینندگان عزیز من آرزومند هستم.